یا بخش ترجمه توضیح قرآن کریم آغاز میکنیم. به کمک خداوند سبحان و امید است که همه خوب و خوش و سرحال باشند. در برنامه قبلی تا آیه 139 سوره آل عمران به پیش رفتیم، با هم البته صحبت از داستان جنگ احد بوده، جنگ احد که در سال سوم هجری اتفاق میفته در مدینه منوره. یک احد یک کوه بوده در نزدیکای تقریبا 3-4 مایلی شهر مدینه قرار داشت، و جنگ دوم است که مسلمین با غیر مسلمین یا قریش یا بگویم بخصوص مشرکین مکه انجام میشه. و در آیه 139 خواندیم که بعد از به نام خداوند سبحان: ولا تحنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما نه سست و کمدل شوین، نه اندوگین شوین، شما غالب هستین اگر مؤمن باشین. سر از این تفسیرهای کردیم در بخش قبلی برنامه، یا برنامه قبلی بگویم. آیه 140: این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. حالا خداوند بره، چون در جنگ مسلمان ها شکست خوردن، گرچه که خب اکثرا گفته میشه که نه شکست نبود، خب یک چیزی بود، چی بود غیر شکست بود دیگه. مسلمان به خاطر نافرمانی یک تعداد مسلمان هایی که یا سوء تفاهم بگویم یا نافرمانی که از امر رسول خدا کردن که میاد داستانش، به او خاطر شکست آید حال از اینا میشه و جراحت میبینن، یک تعداد تلفات آیدالشان میشه. شخصیت های بسیار خوبه و معتبره اسلام، مثل کاکای پیامبر خدا حضرت حمزه به شهادت میرسه و از یک تعداد صحابه دیگر. و قرآن کریم حکایه از امی داره که اگر بر شما زخم و جراحت رسید، فقط مثل قوم قرح و مثلو، به طرف مقابل هم، یعنی طرف مقابل هم به جراحت نموندن، اونا هم جراحت دیدن. خب در جنگ هر دو طرف جراحت میبینه، تلفات میبینه، صدمات میبینه، اما بالاخره یکی برنده است، یکی بازنده است. و قرآن کریم میگه که طرف مقابل هم دیده. و تلک الایام نداولها بین الناس، و این چیزا در بین مردم یعنی رد و بدل میشه. یک روز پیروزی آیده حال انسان است، یک روز شکست، و اینا جز زندگی انسان هست. بله. ولیعلم الله الذین آمنوا، تا خداوند ببینه که کی ایمان داره. ایمان راسخ منظور هست، ثبات و پایداری که انسان از خود نشان میده. مؤمن به خدا در هر صورت ثبات و پایداری خود از دست نمیده، توکل به خدا داره و در با اصولی که باور داره ثابت هست و به پیش میره، یا شکست باشه یا پیروزی باشه. و یتخذ منکم شهدا، و از شما شهدا بگیره. یعنی در راه خدا ثبات و پایداری نشان میدن به حد و اندازه‌ای که تا شهادت نصیبشان میشه، یعنی در راه حق، نه به این معنا که نام مسلمان است و در راه هر چیزی که دل میخواهد، قدرت و نفوذ و پول و تجاوزات از انواع و اقسامش من جنگ میکنم چون مسلمان هستم پس شهید میشم. نه، اون قرآن کریم اصلا او را رد میکنه. فقط شهادت نصیب او کسایی است که در راه حق ثابت هستن، در مقابل تجاوز استادگی میکنن، خودشان تجاوز نمیکنن، از حد نمیگذرن. اگر در او را و صرفا به خاطر تأمین عدالت و به خاطر تأمین آزادی عقیده و آزادی بیان مبارزه میکنن و در اون حدودی که برشان اجازه داده شده و در او را به خاطر او آرمان
به خاطر امو آرمان جام شهادت می نوشن. واقعا بزرگترین مقام است پیش خداوند شهادت. واقعا با مو ارزش های والا باشه انسان، در غیر از او انسان مسئولش خودش است. والله لا يحب الظالمين، و خداوند ظالما را دوست نداره. ببینید بسیار واضح است، ظالم او کسی است که تجاوز کرده یا تجاوز میکنه، پس خدا ظالم دوست نداره. اما مسلمان یا هر گروه دیگه حق داره که در مقابل ظلم ظالم استادگی بکنه، ولو که گروه هیچ به خدا اعتقاد نداشته باشه. اما انسان سلجو و خیرخواه است، گروه سلجو و خیرخواه هستن. حتی اگر یک گروه مسلمان سرش حمله ور شود، او مسلمان متجاوز هست و او گروه مظلوم هست، گروهی که ولو به خدا اعتقاد نداره. اعتقاد نداره نداره، مربوط خودش هست. اما او ظلم نکرده، او به حق تلفی نکرده، او تجاوز نکرده، او در میخواهد با صلح و سلامتی با کسایی که عقیده مند است هم در او را در زندگی بکنه. اما عقیده ایشان است. واقعا احترام به عقاید در اسلام در قرآن کریم فوق العاده تاکید شده. آیه 141، وليمحص الله الذين آمنوا، تا خداوند پاک بسازه او کسایی که مؤمن هستن. ما از شک و تردیدها، از بدی ها و خرابی ها پاکشان بسازه، یعنی خالص بسازشانه. و یمحق الکافرین، و کافرین کسایی که متجاوز هستن، کسایی که حقیقت رد میکنن و به حقیقت سرخم نمیکنن، اونا را نابود بکنن. به این معنا آیه 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا شما میپندارید که وارد جنت شوید، وارد نعمات خداوند شوید؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، در حالی که خدا نمیفهمه که شما واقعا چقدر مجاهدی و مجاهد واقعی در ایراق کی هست، و یعلم الصابرین، و نمیفهمه خداوند که صابر کی هست. ببینید اینجا من دو کلمه را یاد کردم، که خدا نمیفهمه که جهاد واقعی را کی میکنه، و خدا نمیفهمه که صابرین کی هست. خدا از همه چیز آگاه هست، پیش از این که حتی خداوند از وسوسه های قلب انسان ها آگاه هست، از نتیجه کار عمل کرده که انسان دست میزنه برش آگاه هست. اما این آزادی را خداوند که داده بر انسان، که انسان عملا اقدام میکنه، عملا به پیش میره، و عملا هنوز نتیجه کار خدا عملی ندیده، او منظور هست. اما این به این معنی نیست که خدا نمیفهمه، خدا همه چیز میفهمه، ذاته که نفهمه یک چیزه و خدا بوده نمیتونه. آیه 143، ولقد کنتم تمنون الموت، حقیقتا شما آرزو می بردین مرگ. خب میخواستن جهاد در راه خدا باشه، در راه عدالت و در راه آزادی عقیده و این مسائل. خواست مسلمان بود که اگر در این راه ولو جان عزیز خود از دست بدن، باید بجنگن. خب مسلمان که جنگ آلت سختی هست، یعنی من قبل و قبل ازی شما یه آرزو را داشتین، ان تلقوه، قبل ازی که شما به این مرحله برسین، اقتداد کشته شد مسلمان. فقط رأیتموه و انتم تنظرون، اما شما مرگ و چشم در حقیقت دیده، در حالی که میدید، نظر میکردین، دیده. بخصوص در جنگ که شکست آید آل مسلمان ها شد و پیامبر خدا به زمین افتادن و از این مسائل. آیه 144، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد نبود مگر یک پیامبر. ببینید بسیار واضحه، بسیار زیبایات میکنه آیه 144 سوره آل عمران. محمد یعنی بیش از یک پیامبر نبود، از محمد پیامبر خدا یک چیز دیگه جور نکنه انسان. چرا هر گروه، هر پیرو، هر دیانت کوشش میکنن که از رهبریت خود، رهبر مذهبی یا سیاسی، هر چیزی که هست، و یک چیز بسیار بالاتر و فوق‌العاده و اینا جور بکنن. مقام پیامبری خودش، مقام رسالت خودش فوق‌العادگی داره، اما از سطح انسانی نباید بالا برد.
از حدودش نباید بالا بود، حدودش قرآن تعیین میکنه. پس محمد نبود صلی الله علیه وسلم نبود مگر یک رسول، قد خلق من قبل الرسل، و حقیقتا قبل از او هم پیامبرای دیگه گذشتن. افا ام ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر او بمیره یا کشته شود شما به عقب بر میگردید؟ و من ینقلب علی عقبی، و کسی که به عقب برگرده فلن یضر الله شیئا، به خدا صدمت زده نمیتونن، و سیجز الله شاکرین، و به زودی خداوند کسایی که شاکر هست اونها رو پاداش نصیب میکنن. یعنی خداوند برای پیامبر، برای ما مؤمنین میگه که پیامبر یک انسان بود، میشه که کشته شود در اون جنگ؟ چرا در مو جنگ چیز شکست خوردن؟ یعنی پیامبر به اندازه جراحت برداشتن که مبارک به زمین افتادن، و به او حالت یعنی یک تعداد دست و پاچه شد دیگه. فکر کنید که رهبر و پیامبر از بین بره، خوب اصلا همه چیز از بین رفتن. اما قرآن کریم حکایت میکنه که یا میتونه پیامبر بمیره یا کشته شود، آیا شما باقی برمیگرد؟ یعنی اصول باید اصول مراد بکنید، اصلا به این معناست. و آیه 145 یاد میکنه، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، و هیچ انسان نمیمیره، مرگ آیدالش نمیشه مگری که به اذن خدا است، به اجازه خدا است و درج شده است. یعنی در علم خداوند درج است، خدا میفهمه پیش از اینکه متفاق بیفته، اون میفهمه که نتیجه کارش چی است. خب خدا میفهمه که انسان در چه حالت کشته میشه، یا جراحت میبرداره در جنگ، یا پیروز میشن یا شکست میخورن، تماما پیش خدا واضح و آشکار هست. و من یورد ثواب دنیا نوتی منها، و کسی که ثواب دنیا را آرزو ببره میدیم برش، و من یورد ثواب الاخره، و کسی که اراده بکنه خواستش ثواب آخرت باشه، نوتی منها برزو هم میدیم. یعنی هر کس اگر ثواب دنیا را میخواهد و خاطر از او کار میکنه، بله زحمت میکشه، عرق میریزه، انرژی خود از مصرف میکنه، خب آیدالش میشه، درش میدیم اگر درست کار بکنه، عمل درست انجام بده. و اگر به خاطر آخرت هم انسانها کار بکنه، خداوند بر جان امو نعمات را نصیب میگردانه، نودی منها و سنجز شاکرین، و ما شاکرین را پاداش میدیم. آیه 146، و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چقدر از نبی ها انبیا بودن که امرای از اونا خدا پرستان جنگیدن، یعنی در کنارشون در پهلویشون بر علیه دشمن جنگیدن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، پس سست و کمدل نشدن به خاطر او مصیبت هایی که از این ناحیه در جنگ آیدالشان شد، و ما ضعفوا و ضعیف هم نشدن، و مستکانو و ضعیف و ناتوان و کمدل و این مسائل نشدن. و الله یحب الصابرین، و خداوند دوست داره صابرانه که در اینا استقامت داشته باشن، مقاومت بکنن. آیه 147، و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا افرغ لنا، ببخشید، و ما کان قولهم الا ان قالوا، و قول از این کسایی که صبور بودن و صابر بودن در اینا شکیبا، گفتارشان نبود مگر اینکه، فقط اونا چی میگفتن؟ قالو میگفتن ربنا، پروردگار ما، اغفر لنا ذنوبنا، خداوندا گناهان ما را بیامرز، و اسرافنا فی امرنا، و ما را عفو بکن از اسراف اگر در کار خود اسراف کرده زیاد روی کرده باشیم، و ثبت اقدامنا، و ثابت قدم بگردان ما را، و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما را نصرت بده بر علیه کافرین. کافرین کسایی نیست، باز تاکید میکنم که کسایی که به عقیده دیگه است، ابدا قرآنی نیست، کسایی است که کافرین، کسایی هستند که متجاوز
یعنی مسلمان ها در اونجا بیگناه بودن فرزن بیگناه هستن، هر گروهی که باشن بیگناه هستن، یک گروه متجاوز دیگه که به هر نامی میان سرشان میتازه تا بشون بتانه سرزمینشان بگیره، از دینشان منصرفشان بسازه، قتل بکنه، مالشان بگیره، زنشان بگیره، اولادشان بگیره، اونا کافر است. اگر اونا نامش مسلمان باشه، اگر اونا نامش مسیحی باشه، اگر او یهودی باشه، اگر او بی خدا با خدا باشه، هر چیز باشه، عمل کرد بسیار مهم است. آیه 148 فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. پس خداوند همچون انسان هایی که با مو خصوصیت هستن، صبور هستن و دیرا ثبات دارن، خداوند ثواب دنیا را برشان نصیب میکنه و ثواب آخرت هم. و الله یحب المحسنین، و خداوند دوست داره محسنین ده. آیه 149 یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ای کسای ای مؤمنین، اگر شما از کافرا پیروی بکنین، از اون گروه متجاوز منظور هست، اونا میخوان که شما را پس برگردانه. ببینید درست بر علیه دیدشان میجنگن. خب میگه از او اگر پیروی بکنین، اونا میخوان که پس شما ایمان الهی کنین، برین مشرک شوین. کاملا فقط میجنگن به خاطر دینشان، به خاطر یک دین. اینا میگن ما یک تا پرست هستیم، در همان در صلح و سلامتی میخوایم زیست بکنیم با شما، اما اونا نمیخوان. دیدن پس این قرآن کریم میگه که اگر شما از اونا اطاعت بکنین، اونا شما را میگردانه، پس به عقب میگردانه. فتن قلبو خاسرین، پس زیانکار میشین که پس شما برین و شرک و بت پرستی را اختیار بکنین و ایمان و یکتا پرستی را رها بکنین. آیه 150 بل الله مولاکم، اما خداوند مولای شما هست، خداوند یار شما هست، خداوند مددگار شما هست در حقیقت. و هو خیر الناصرین، و بهترین مددکارها هست، کسی که مدد میکنه انسان بندهای خدا. آیه 151 سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بزودی در قلب و کسایی که مشرک هستند ما روب و ترس مندازیم که اونا مشرک هستن و آمدن سر شما حمله ور شدن که شما از دین و آیینتان برگردین که آیه پیشتر صحبت کرد. ما در دلهای از اونا ترس و روب مندازیم به خاطر که اینا شرک ورزیدن رو چیز را. شرک در کنار خدا یک کسی دیگیره، یک جنس دیگیره، یک جسم دیگیره قرار دادن که اصلا هیچ حجت و دلیل ندارن برش. و مأواهم النار، و جایشان آتش، و به اسم مثل ظالمین، و چی بعد از جای کسایی که ظلم میورزن. آیه 152 ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم به اذنه. حقیقتا خداوند وعده خود را حق کرد، راست کرد. استحسونهم به اذنه که شما اونا را در قد شکست دادین یا نابودشان کردین، یک تلفات دو برشان رساندین به اذن خدا. که در ابتدای در مرحله اول جنگ احد همین پیروزی نصیب مسلمان ها شد دیگه. مشرکین شکست خوردن، با واسطه که تعدادشان هم زیاد بود شکست خوردن، اما موقتی بود. حتی اذا فشلتم، تا وقتی که شما بزدل شدین یا کمدل شدین و تنازعتون فی الامر و منازع و گفتگو کردین در مسئله و عصیتون. ببینید چی بوده جریانش که پیامبر خدا با مو شرایط را که درک کرده بودن در موقع جنگ، یک تعداد 50 نفر بود که در یک سر یک گردنه در حقیقت تعیین کرد، 50 نفر صحابه خوده که یک جایی که یعنی دشمن از عقب نبیای از رای دره حمله ور نشه، یعنی دشمنی که پیش روی است، خب با یا می جنگیم. اما یک گروه دشمن، یک گروه دشمن از عقب نبیای، پیامبر می فهمیده، درک می کرد، برای که شرایط مدینه و مکه آگاه بود. اونا را تعیین کرد
و برای از اونا یاد کرد که به هیچ قیمت شما اجاره رها نکنید. این تا وقتی که ما براتون فرمان ندادیم رها نکنید. وقت مسلمان ها در مرحله اول جنگ احد پیروز شدن و مشرکین به شکست رو شکست خوردن و به فرار رو کردن که قرآن کریم یاد میکنه که اذ تحسونهم به اذنه، که شما اونا را یعنی شکست دادین به اذن خدا، به اجازه خدا. اما بعد از او قرآن کریم یاد میکنه فشلتم و تنازعتم و منازعه کردین و عصیتم، نافرمانی کردین، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اینکه شما دیدین و چیزه که خوش داشتین، یعنی پیروزی نصیبتان شده بود. اما این منازعه و گفتگو و نافرمانی چی بود؟ که اونا یک تعداد صحابه گفتن که خب دگال جنگ اونا میبینیم که شکست خورده، و هدف پیامبر هم همی بود که تا جنگ یعنی ما استادگی بکنیم تا وقتی که جنگ دوام داره. اما جنگ میبینیم که جنگ پیروز شده، مسلمان ها پیروز شده و مشرکین شکست خوردن و فرار میکنن و دنبال غنیمت دنیا و مال دنیا. ببینید چطور انسان را فریب میده، فقط دنبال غنیمت و مال. و هم غنیمت نه طلا بود و نه الماس بود و نه هیچ چیز. خب همین جک زره و سپر و شطر و اسب و هر چیز، یا زن و اینا، هر چیزی که من میفهم دیگه، هر چیزی در جنگ بوده دیگه، هر چیز بود، امکاناتش موجود است، با اونم سطحی که بوده است. اینا بین خود گفتگو کردن، حتی بین خود همی 50 نفر گفتگو کردن. یک تعداد میگفتن نه، ما پیامبر خدا گفته که باشین تا وقتی که ما براتون فرمان ندادیم در حقیقت. خب پیامبر که بر ما فرمان داد ما اینجا رها میکنیم. یک تعداد گفتن نه دیگه، ما هدف برآورده شده، یعنی منظور پیامبر هم می بود که شکست بخورن، شکست خوردن، ما میریم غنیمت جمع میکنیم. رها کردن بیشتر از 40 نفر اینجا رها کردن، تقریبا 9 نفر ما. 9 نفر ما در اون موقع خالد بن ولید که بسیار یک قماندان ورزیده بود، ایمان ناورده بود، مسلمان نبود، او با یک گروه خودش از عقب، از امور رایی که پیامبر حدس میزد که شاید حمله ور شوند، از امور آمد، از رای دره سری 50 نفر بود میتونستن مقاومت بکنن. تقریبا در 9 نفر که مانده، این 9 نفر شهادت نصیبشان میشه، مقاومت کردن میتونه در مقابل 100 نفر که بودن یا هر قدر که بودن، یا شهید میشن و اونا میاین. و ضمناً مشرکینی که شکست خورده بود و هم میفهمن خود تکتیکی، جنگ های تکتیکی بوده، و هم پس آمدن از این طرف هم و از طرف دیگه هم خود خالد بن ولید و لشکرش. مسلمان ها در بین سندویچ شدن، در بین ماندن و تلفات شدیدی که در حدود 70 میگن شهادت نصیبشان شد، که حمزه کاکای پیامبر هم در جمله بودن. و این صحبت از این قبیل است که امر خدا را، امر پیامبر خدا را در حقیقت نادیده گرفتن، یا سهل‌انگاری کردن یا نافرمانی کردن، هرچی بود خوب بود برای دیگه. منکم من یرید الدنیا، قرآن کریم حکایت میکنه میره که از شما کسایی هستین که دنیا را میخواهید، فقط به خاطر مال دنیای کار کردین. و منکم من یرید الاخره، و یک تعداد شما هم آخرت رو میخواستین و ماندن. اونایی که دنیا رو میخواستن مال اینا رو رها کردن، آمدن دنبال همون غنیمت، آمدن من جای خود ایلا کردن. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، و بعد از او خداوند صرفکم عنهم، اونا رو در حقیقت شما رو منصرف ساخت از ایشان. یعنی اینا مسلمان ها دیگر ادامه ندادن که اونا باید شکست بخورن. خب برزی که مسلمان هم جراحت بسیار زیاد برداشته بود، پیامبر خدا هم، یعنی ثم صرفکم عنهم، شما را خداوند منصرف ساخت از اونا، لیبتلیکم، تا بیازماید شما را. در اینجا این خداوند میخواست که اینا همون مزه تلخ شکست بچشن، به خاطر که نافرمانی رسول را کردن، باید این مزه را بچشن. باید چرا نافرمانی کردن؟ نباید ما فرمانی میکردن. و اینجاست که قرآن کریم یاد میکنه که شما را منصرف ساختیم ازشان، اینا را دیگه تعقیب نکردن
و شکست در قد یا شکست نسبی را قبول کردن، لیبتلیکم، تا بیازماید شما را، یعنی امی در قد ببینید مزه تلخ شکست را بچشین که چطور بوده اصلا. ولقد عفا عنکم، حقیقتا شما را خدا عفا کرد، چون شاید منافق نبودن، کافر نبودن، مسلمان بودن، ولی تحت تأثیر هوا و هوس و مال دنیا و غرض اینای دنیا آمدن، اما خداوند میگه عفوشون کردم. والله ذو فضل علی المؤمنین، خداوند صاحب فضل است سر مؤمنین، یعنی لطف و فضل خدا دریغ نمی کنه. آیه 153، اذ تسعدون ولا تلعون علی عهد، شما وقتی که تسعدون، تسعود صعود کردن یعنی بالا می رفتن، نزدیک کوه احد بود، وقتی که شکست خورده شد، شکست خوردن و پیامبر خدا وقتی به زمین افتاد، میگن در تاریخ آمده که یک آواز بسیار بلنده، کسی که آواز بلند داشت از کفار، آواز بلند صدا کرد که محمد قد قتل، یعنی محمد کشته شد. خب فکر کنین در اون طور حالت دیگه، یعنی حالت جنگ است و رهبر پیامبر وقتی کشته میشه، یعنی تماما آرمان ها و آمال و آرزوها کاملا نابود شده تلقی میشه دیگه، کاملا مردم فکر کردن خلاص شد دیگه، فرار کردن به سوی چیز، به سوی کوه احد. که جالب است، جالب است که در یکی از تاریخ میگن که حضرت عمر هم فرار کرد، حضرت عمر هم فرار کرد، در کوه بالا شد. خب انسان است دیگه، از حضرت عمر هم ما یک چیز دیگه جور نکنیم، در تاریخ جور کردن، متاسفانه جور کردن، بت‌سازی بسیار زیاد است در تاریخ ما، در تاریخ مسلمان بسیار زیاد است، از هر انسان یک انسان یک چیز جور کردن، یک بت جور کردن، که هیچ بت است که هیچ نوه کمبود ندارم، پرفکت به اصطلاح اینجا، یعنی کامل است، اید داغ و لکه ندارم، پرفکت است، خلاص. در حال که تاریخ ثابت است که بعضی تاریخ ها که شاید یک وقت مولانا رو بیارم که میگه محمد و عمر فاروق یک انسان بود، بله شخصیت خوبی بودن، بله خلیفه بسیار خوبی پیامبر بودن، عادل و اینان و همه چیز، اما انسان بود. وام در این جمله کسایی بود که به کوه بالا شد. و رسول یدعوکم فی اخراکم، در حالی که رسول پیامبر خدا از عقب بر شما را صدا می زد، وقتی پیامبر دید که یارایش رفت، صدا می زد که نیمت زنده استم در عقد. فعطابکم غمن بغمن لکی لا تحزن و علا ما فاتکم ولا ما اصابکم، غم سر غم آمد، یعنی در عقد یک غمی که غمی که شکست و غم دیگه که چیز شد، مرگ پیامبر اعلان شد که گفتن پیامبر اعلان وفات کرده، غم بسیار بزرگی بود که اینا وقت بر میگردن و میبینن که پیامبر حیات است، لکی لا تحزن و علا ما فاتکم ولا ما اصابکم دیگه، اینا فکر بکنین که در اون مرحله واضح است که وقتی مؤمنین میبینن که خب شکست خوردن، اما بالاتر از شکست مرگ پیامبرشان بسیار برشان بسیار بالا بوده، یعنی همه آرمانشان به خاک یکسان میشد، اما آل پیامبر صدا میزنه که زنده است. پس لکی لا تحزن و غمگین نشین به اون چیزی که شما از دست دادین یا به اون مصیبتی که بر شما رسیده، یعنی در حقیقت اون مصیبت شکست را، این خبر خوشی که پیامبر زنده از حاله، در حقیقت میتونه که بپوشانه، یعنی میتونه مسلمین که او را شکست هم یک که پیامبرشان زنده هست، بزرگترین یک نعمت بگویم یا بزرگترین یک لطف و پروردگار است که ایدئالشان شده که پیامبرشان وفات نکرد، کشته نشد در جنگ. والله خبیرم به ما تعملون، و خداوند آگاه هست با آن چیزی که شما میکنید. 153 را خواندیم، انشالله که در هفته بعدی دنبال میکنیم از آیه 154.